خدا قادر است. الان در دو روز بعد دیگه وارد سال 2020 میشیم و تو این چند مدتی است که خداوند خیلی برای با کلیسایمون صحبت کرده در مورد سال جدید و خیلی برنامه‌هایی بلکه برنامه‌هایی هست که خدا در قلب ما گذاشته که زمانی که وارد 2020 بشیم بتونیم اینجا انجام بدیم. یه ماموریت‌هایی هست که خداوند به ما بخشیده و تو این چند مدت هم در مورد بشارت، در مورد رحمت خیلی چیزهایی صحبت کردیم. کشیش نسرین هم همینطور و از جاهای دیگه هم همینطور شنیدیم. همینطور که من فکر کردم گفتم که خداوند الان آخرین یک شنبه هست که ما اینجا جمع شدیم، گفتم خداوند چه پیامی داری برای آخرین یک شنبه. فکر کنیم برای 2020 و شروع کنیم به آماده کردن. همینطور که دعا می کردم فکر کردم دیدم که یه چیزی که واقعا منو مجذوب کرد از خدا این بود که وفاداری او رو دیدم. من یه چیزی هست که میتونم بگم زمانی که نگاه میکنیم در نه فقط 2019 بلکه سالهای پیش هم همینطور نگاه میکنیم، میبینیم که این خدای ما چقدر وفادار کنار همه ما که اونجا ایستادیم و او عیسی مسیح ایمان آوردیم و تعمید گرفتیم و قولی که به او دادیم، چطور او وفادار کنار ما ایستاده. مخصوصا در این سال 2019 که فکر کردم گفتم که خدا من واقعا شرمنده هستم، منم چه کارایی تو اینجا کردی در زندگی من، همینطور در کلیسا، در افراد. بعضی وقت اینطوری است که ما اونقدر مشغول خودمون میشیم که این جلالی و این شکویی یا این کارهایی که خدا در زندگی ما انجام داده اصلا نمیبینیم. فقط ضعفای ما رو نگاه میکنیم، فقط فراموش میکنیم خدا چقدر وفاداره. و امروز میخوایم قسمتی، فقط امیدوار هستم موعظه طول نکشه، بلکه میخوایم یکم در مورد وفاداری خدا فکر کنیم، آخرش هم دعا کنیم. و همینطور هم برادر وحید نگران نباش، آخر میریم دوباره تو پرستش. به این خاطر امروز یکم کوتاه کردم که آخر بریم تو نه فقط پرستش بلکه به حضور خدا که واقعا وفاداری او رو، شکوه عزت او رو دریافت کنیم و واقعا بدونیم که خدا چقدر امین، چقدر تو رو دوست داره. در تثنیه باب 7 آیه 9 اینجا میگه: پس بدان که یهوه خدای تو اوست خدا، خدای امین و عهد، و که عهد و رحمت خود را به آنانی که او را دوست می‌دارند، احکام او را به جا می‌آورند تا هزار پشت نگه می‌دارد. خدای امین که عهد و رحمت خود را نگه می‌داره، رحم می‌کنه. همینطور مزمور 89 آیه 15 میگه که عدالت و انصاف اساس تخت توست، رحمت و وفاداری پیش روی تو میخرامند. یعنی تختی که عیسی مسیح اونجا نشسته و حکومت میکنه، میگه که تختی هست که پاهایش عدالت و انصاف و همینطور هم رحمت و وفاداری است که از این تخت جاری میشه. امروز میخوام یه قسمتی در این قسمت وفاداری فکر کنیم و امیدوار هستم همینطورم که دعای من امروز این بود که روح قدوس بیاد امروز به تک تک ما نشون بده چقدر تو این سال و سالها کنار ما، پشت ما بود در همه قسمت ها. در کتاب مقدس که نگاه کردم دیدم 259 بار در مورد وفاداری خدا صحبت میکنه. 259 بار در مورد وفاداری خدا صحبت میکنه. و ما میدونیم وفاداری خدا یک صفتی از محبت خداست. و زمانی که ما میگیم محبت خدا بی پایان، خدا خودش محبته. و میبینیم که این صفت خدا، وفاداری هم بی پایانه. زمانی که خدا یک حرفی میزنه
و میتونیم مطمئن باشیم خدا روی حرف خودش میسته. همینطور که با اسرائیل کارو انجام داد، زمانی که اسرائیل رو از مصر بیرون آورد، در اول پادشاهان باب 8 اینجا میگه که متبارک باد خدا که قوم خود را اسرائیل را موافق هر چه وعده کرده بود آرامی داده است، زیرا که از تمامی وعده های نیکویی که به واسطه بنده خود موسی داده بود یک سخن به زمین نیفتاد. هر حرفی که خداوند میزنه عزیزان، روی این حرف، روی این وعده میتونیم زندگی خودمون رو سرمایه گذاری کنیم. هیچ حرفی و وعده‌ای که خداوند به موسی داده هیچ کلامی نیفتاد. همه، یعنی زمانی که خدا شروع میکنه حرف زدن، وعده دادن، مطمئن باش که خدا تا آخرین لحظه تا در زندگی تو انجام نشه دیگه سکوت نخواهد کرد، به شرطی که تو باور کنی و این راه رو بخوای با او بری. بعد امروز نمیخوام در مورد خودمون صحبت کنم، امروز هم نمیخوام در مورد این فکر کنیم الان ما باید وفادار باشیم. فراموش کن، امروز میخوایم فقط و فقط به عیسی مسیح نگاه کنیم، به وفاداری پدر، محبت پدر، به وفاداری عیسی مسیح، به وفاداری روح القدس که با ما و در ما هست. اگه اینو واقعا متوجه بشیم که چقدر او وفاداره، این باعث میتونه بشه که ما هم خودمون هم شروع کنیم به وفادار ایستادن برای خداوند. چون ما وفاداری تو زندگیمون درست نیست، ما قولایی دادیم که الان انجام نمیدیم. فقط برات اینا رو میگذاریم کنار، میخوایم تمرکزمون فقط به وفاداری خدا باشه. در عهد عتیق خیلی وعده هایی داده شده، همینطور هم در عهد جدید هم میبینیم که عیسی مسیح که همینطور قبل از اینکه اصلا صعود کنه پیش پدرش، بزرگترین وعده‌ای که ما میتونیم به دست بیاریم، قولی که خداوند به ما داده که من تا انقضای عالم با تو هستم، تا آخرین نفسی که تو میکشی من با تو هستم. اصلا این کلن کافیه برای ما، اگه نرمال نگاه کنیم کافیه. آلبرت، من تا آخرین لحظه که تو نفس میکشی من با تو هستم، من کنار تو هستم، وفادار ایستادم. زمانی که تو تعمید گرفتی با من یه عهدی بستی، اینم فیض من بود که چشمای تو رو باز کردم که به من ایمان بیاری، فیض من بود که به تو رو به توبه و بازگشت هدایت کرده. الان تعمید گرفتی، همه چی از آن منه. الان تو به من دست تو دادی و گفتی عیسی مسیح زندگی من مال توست، من تو رو جدی گرفتم، الان تا آخرین لحظه نفسی که میکشی وفادار ایستادم. حتی خرابکاری کنی، حتی شکست بخوری، حتی بری توی گناه، حتی منو ترک کنی، من وفادار برای تو ایستادم، چون این قولی که به تو دادم تا ابده، یعنی تا ابد، تا اون لحظه‌ای که تو در این دنیا زندگی میکنی. یک قسمتی هست که در اول قرنتی ما به 1:7-9 اینجا میگه که او نیز شما رو تا آخر استوار خواهد فرمود تا در روز خداوند ما عیسی مسیح بی ملامت باشید. امین است خدایی که شما را به شراکت پسر خود عیسی مسیح خداوند ما خوانده است. امین است اون پدر آسمونی ما که ما را به این شراکت مشارکت عیسی مسیح خوانده است و اوست که ما رو نگه می‌دارد. همینطور هم دوم تسالونیکی که باب 3:3 هم میگه که و اما امین است آن خداوندی که شما رو استوار و از شریر محفوظ خواهد ساخت. و دوم تیموتئوس باب 2:13 میگه که اگر بی وفا باشیم، حتی او وفادار خواهد موند، زیرا خداوند یا خیشتن را انکار نتواند کرد. خدا نمیتونه خودش رو انکار کنه، هر چقدر خودش بخواد، ذاتش، ماهیتش وفاداریه. اگه واقعا باور کنیم که خدا محبته، پس باید باور کنیم که خدا وفاداره. معمولا ما در این دنیا که زندگی کردیم، ما فقط فکر میکنیم زمانی خدا وفادار، زمانی که ما درست زندگی میکنیم، زمانی که ما احکام او رو نگه میداریم، زمانی که طبق کلام خدا زندگی میکنیم.
اینطوری من کتاب مقدس رو نفهمیدم و تجربه نکردم. معمولا نرمال ورداری من اصلا اجازه نداشتم اینجا بیستم. واقعا به شما بگم اصلا اجازه نداشتم شبان باشم. اصلا این کلیسایی که الان هست میتونم 100% بگم بدون شک وفاداری خداست که این کلیسا هست. فکر نکنی که من نسرین یا خادمین اینجا هستن، نه، از شکست به شکست عبور کردیم، از اشتباه ها به اشتباه ها عبور کردیم. همین طور است که خدا ما رو شرمنده میکنه، نشون میده آخر که واقعا خجالت بکشیم ببینیم که چقدر خرابکاری کردیم و چطور دائما دست او بلند ما رو دوباره بلند کرد. این وفاداری خداست. به این خاطر ما بعضی وقت که اینطوری فکر میکنیم وفادار، خدا وفاداره فقط چون من درست زندگی کنم وفاداره، نه عزیزان. الان میتونی خیلی راحت میگی باشه اوکی، بس میرم اونجا هر کاری دوست دارم انجام میدم، گناه هم انجام میدم و خدا که وفادار. خدا میگه باشه برو، به خودت ضرر بزن، آرامش رو از دست بده، صلح رو از دست بده، زندگی تو برحال زیر رو کن، فقط من مطمئن باش من اونجا ایستادم و منتظر تو هستم. این است که ما رو یعنی منو شرمنده میکنه، میگه خدا من احمق نیستم، به این خدای وفاداری که کنار من هست، پشت منه و ما رو بلند کرده، الان برم بگم نه الان میخوام بازی کنم در این دنیا، نه، احترام میذارم به این وفاداری خدا. زمانی که همینطور در موردش فکر میکردم، همون مزمور، نه مزمور، اول قرنتیان باب 13 که در مورد محبت صحبت میکنه، معمولا پولس در مورد محبت توضیح میده و اینجا هم که نوشتم قسمت هایی هست که برای ما نوشته شده که اصلا ببینی که محبت چیه. فقط خدا زمانی که چیزایی که توضیح میده محبت چیه، پس خودش از خودش تعریف میکنه که مثلا همینطور میگه محبت حلیم، بردبار و مهربان است. این در مورد خودش صحبت میکنه، من این هستم، تو وفاداری من همینه. محبت حسد نمیبرد، محبت فخر نمیفروشد و کف و غرور ندارد، رفتار ناشایسته ندارد. خدا زمانی که گناه میکنه، اشتباه میکنه، مسخره نمیکنه، ما رو کوچیک نمیکنه. به آسانی خشمگین نمی شود. تو عتیق نوشته بود که قسمت زمانی کوچیک تو رو داوری کردم، فقط برای تا ابد رحمت منو خواهم ریخت روی تو. کینه به دل نمی گیرد. این قسمت هایی است که ربطی به ما داره، فقط این صفت خداست. خدا هیچ موقع کینه نداره که مثلا کینه کنه، بگم شروع کنه مثل ما رفتار که، این چیزایی هست که هنوز در ما وجود داره. فقط اینجاست میگه من کینه نمیگیرم، اشتباه هم کنی، حتی فکرای اشتباه هم بکنی، من هیچ موقع فکرای منفی برای تو ندارم. معمولا نرمال اینطوری که زمانی که افراد کارایی میکنن، کارهای اشتباه میکنیم، فکرای منفی میاد تو شما، نه؟ برای روی زندگی ما فکر منفی و همینطور هم شروع میکنیم چیزهایی ساختن، داستانهایی ساختن از یک شخصی. یه زمانی بود که تقریبا سالها پیش بود که زمانی که همینطور که در حضور خداوند بودم که دعا میکردم، یعنی در مورد خودم اینطوری فکر میکردم، چیزهای منفی، چیزهای بعد رو در من، در فکرهای من بود و اونجا خدا واضح صحبت کرد، گفته آلبرت من با این حالی که تو هستی فکر من منفی برای تو نیست، من فکر منفی برای تو ندارم. مشکل ما برحال اینه که چون ما اینطوری هستیم، انعکاس رو میدازیم روی خدا، فکر میکنیم خدا میداره، خدا فکر منفی برای تو نداره. خدا رو شکر برای این خدایی که ما داریم. من خودم رو محکوم میکنم، خدا میگه که چرا خودتو محکوم کنی؟ من که کار نکردم، من که تو رو محکوم نکردم،
وفاداری خداست که ما رو دائما در راه راست هدایت میکنه. اینجا میگه محبت از بدی مسرور نمیشود اما به حقیقت شادی میکند. کار خدا اینه که ما رو دائما در راه های راست هدایت کنه که واقعا ما رو آشنا کنه به خودمون، به اشتباهات خودمون، که اینو ورداریم که واقعا در راستی بتونیم زندگی بکنیم. این پشت همه چیز وفاداری خداست. محبت در همه چیز صبر میکند و این صبری هست که من فکر میکنم چیزی که ما انسان نداریم صبره، چون صبر از ایمان میاد، ایمانم از شناخت خدا میاد. اگه شناخت خدا رو داشته باشین ایمان داری، ایمانم داشته باشین میتونی صبر بتونی بکنی. در مزمور 46 اینجا آیه 11 میگه که بازیستید و بدانید من خدا هستم. این بازیستید به زبان یونانی، ببخشید به زبان عبری که درست چیز بانید ننوشته بازیستید، اینجا میگه که ریلکس، ریلکسی میشه استراحت کن و بدان که من خدا هستم. استراحت کن یعنی بشین و بدان که من خدا هستم. اونجا که مزمور شروع میکنه که خدا ملجا و قوت من است، مددکاری در تنگی ها به فراوان، فوراً آلمانی میگن فراوان، باشه فوراً، من بیشتر میگم فراوان، فوراً هم بعضی وقت از فوراً کار نمیکنه خدا. تو آلمانی به هر حال اینا نوشته فراوان یافت میشه. فقط کتاب نمیدونم توی ترجمه های سه تا ترجمه های ایرانی گود، چون من این تجربه رو کردم فوراً خدا نمیاد. نمیدونم این تجربه رو کردی؟ بعضی وقت 6 ماه طول میکشه. فقط فراوانه، یعنی میدونم که زمانی که داد میکشیم، زمانی میگیم خداوند منو کجا آوردی، یا من خدا من کجا هستم، یا اینجا میگه خداوند که اینجا میگه که اینجا که در موردش میگه که در مورد طوفان ها صحبت میکنه، آب ها میان فرو میگیرن و اونجا میگه خدا در میان شماست، به این خاطر جنبش نخواهم خورد. و اینجاست که زمانی که خدا وفاداری خداست که این تجربه ها رو من خودم توی 3-4 سال چیزایی که یاد گرفتم، چیزایی که خدا منو برده توی این فشارها، توی این آتش هایی که خدا من برده، فقط و فقط وفاداری او رو دیدم. اون زمان داد میکشیدم خدا من چرا اجازه دادی، نمیفهمیدم. فقط تنها چیزی که مونده بود که میگفتم که خدا من اعتماد به تو دارم، اصلا نمیدونم چه اتفاقی میفته. الان متوجه شدم، الان سالها میگم خدا رو شکر، مرسی خدا من که من رو توی این آتشا بردی، مرسی خدا من توی این مشکلایی بردی که بعضی چیزا اشتباهات منم بود. منظور این نیست که گناه کردم، منظور این تصمیمای اشتباه گرفتم، کارایی کردم که فکر کردم از خداست، این نبود. آخر خدا تقریبا مثل یه واقعا پاهای من در دام شیطان اونجا قرار گرفت و نمیتونم چطور از اینجا بیرون میاد و خدا با وفاداریش کنار من بود، صبر میکرد که منو از اونجا آزاد کنه، نه به خاطر آزاد کردن، به خاطر یاد دادن. اونجا خدا رو شناختم، این جزء وفاداری خداست. در همه چی صبر می کند و همه را باور می نماید. در همه حال امیدوار می باشد و هر چیز را متحمل می باشد. محبت هرگز پایان نمی پذیرد. من به جای محبت برای اونجا هم قسمتی، چون وفاداری همون صفت محبت، میگم که وفاداری خداوند هرگز پایان نمی پذیرد. رو او میتونی 100% حساب کنی. وفاداری خداست که زمانی که ما دعا میکنیم، وفاداری خداست که میشنوه، وفاداری خداست که هر دعایی که ما انجام میدیم خدا میشنوه و شروع میکنه به کار کردن که این دعا رو که طبق
اراده خودش بتونه انجام بده برای تو. وفاداری خداست که خدا اجازه میده که تو راههایی بری که به شناخت خودت برسی، که در رومیان باب 2 آیه 2 میگه که آیا نمیدونی که مهربانی یا رحمت خداست که تو رو به توبه هدایت میکنه. این رحمت خداست. زمانی که به یه جایی رسیدی، زمانی که اینجا نشستی و مثلا خدا صحبت میکنه، الان از واعظ یه کتاب میخونی و موعظه گوش میکنی، زمانی که یهو متوجه میشی در این قسمت واقعا گناه، محبت و وفاداری خداست که تو رو به اون توبه و بازگشت هدایت میکنه. زمانی که توبه بگی بازگشت میکنی، آزاد بشی. ما معمولا همینطور که گفتم وفاداری فقط با دید ما نگاه میکنیم که من باید درست زندگی کنم، رفتار کنم که او وفادار باشه. فقط چون خدا به ما هم این حق انتخاب رو داده که خودمون تصمیم بگیریم. و خودشم حد چقدر هم خودشم میدونه چقدر تصمیمای اشتباه میگیریم. بعضی هستن که آمدن توی این کلیسا توبه کردن، بازگشت کردن، تعمید گرفتن، بعد از یه مدتی کلیسا رو ترک کردن رفتن. معمولا ما میگیم که خب یا ایماندار نبود یا هنوز قلبش توی دنیا بسته هست. معمولا ما اینطوری منفی نگاه میکنیم. فقط خدا نشون داد، گفته که نه، افرادی هم که حتی میرن، که کسانی که واقعا تولد تازه رو دارن، یعنی فرزندان خدا هستن، خدا نشون داد، گفته که من با ایشان رفتم. این نیست که ایشان با ایشان رفتم، منظور اینه که من وفاداری خودم برای ایشان هست. و نشون داد که مخصوصا این افراد رو هدایت میکنه، تو سختی ها میفتن، این وفاداری خداست. تو مشکل میفتن، افسرده میشن. افرادی بودن که من اینجا تو این 3 سال تجربه کردم، که اینجا تعمید گرفتم، من خودم تعمید دادم، رفته بودم، بعد از این آمدن اینجا دیو زده برگشتن، معتاد شده بودن، در افسردگی، فرزندان خدا. یه شخصی هم که آمد اینجا گفته من رو خواهش میکنم ببر بیمارستان، تیمارستان، من دیگه نمیتونم. عزیزم، فقط دعا رو کردم، فقط گفتم اوکی باشه، توبه کن، بازگشت کن. متوجه شدی؟ گفته من خیانت کردم. گفتم توبه کن، بازگشت کن. اونجا هم نشسته بودیم و خودش گفته که دیگه تلفن همه چیز برای تیمارستان و اکسنسول همه چیز دیگه، گفته که من باید برم اونجا. عرق کرده بود و یعنی وضعش خیلی واقعا خراب بود. بعد از ما دعا کردیم در نام عیسی مسیح، دعا کردیم این تمام دیوها، نیروهای تاریکی رو، هر چیزایی که اینجا افسردگی، ترس رو، عزیزان از اون روز عوض شد. نه در مورد فکر کرد که باید برم اونجا دیگه، از اون موقع اصلا چهرهش باز شد. عزیزان، نه به خاطر اینکه من کاری کردم، وفاداری خداست. این پسر گم شده رو برگردونده. و خیلی ها هستن تو کلیسا، از کلیسا ما رفتن. الان خدا رو شکر افرادی که من میدونم که رفتن کلیسای آلمانی زبان، میگم خدا رو شکر حداقل یه جایی هستن. فقط افرادی هم هستن من میدونم الان چند مدت
با این افراد که برمیگردم صحبت میکنم میبینم حالشون چطوره، تنهایی، افسردگی، وفاداری خداست که خداوند ایشان رو برمیگرد. الان خودتون میتونی بگی که بس چطور برمیگردونه؟ اونا رفتن گناه کردن. یادتون هست این داستان پسر گم شده؟ زمانی که پسر گم شده هست آمد، این دومین پسر چی گفت؟ که من تا دایما اینجا بودم، برای من جشن نگرفتی، اینو کردی، اونو نکردی، اون الان اومده خرابکاری کرده و او رو قبول میکنی. پدر میگه که این وفاداری من، پسرمه، گم شده بود پیدا شد، مرده بود زنده شد. همینطور که خدا با این افراد رفتار میکنه عزیزان، با ما رفتار میکنه. خدا رو شکر الان حداقل ما به هر حال از خدا دور نشدیم، یعنی از کلیسا ترک نکردیم. فقط اینجاست که ما مشکلای زیادی داریم. فقط خداست اینجا وفاداری خودشو نشون میده. خداست که ما رو به یه جایی میبره که دوباره سر ما رو برافرازه، بلند کنه. در مزمور 91 میگه که او را اجابت خواهم کرد و عزت خواهم بخشید. این وفاداری خداست، چون اسم منو خوانده، چون آمده اونجا، من او رو بلند میکنم. وفاداری خداست که تک تک روی تک تک ما کار میکنه. خدا با چشم خودش به تک تک ما نگاه میکنه و هر یک هدف یک نقشه برای تک تک ما داره. طبق این نقشه و هدف خدا وفاداری خودش رو نشون میده. میخوام درست متوجه بشی، وفاداری خدا این نیست که کنار تو مثلا بیسته فقط زمانی که اتفاق افتاده یه کاری انجام بده. نه، وفاداری خدا تو رو به یه جایی هدایت میکنه که به یه جایی برسی که اونجا پر از شکوه و جلال، ما اینجا گفتیم که عزت خودش رو به ما ببخشه، شریک جلال خودش رو بکنه. آمین. ما باید درست متوجه بشیم. زمانی که یک کسی متوجه شده و میگه که خداوند خواندگی منو متوجه شدم و میبینم که تو منو خواندی و هدایت خواهی کرد خداوند، زمانی هم که تو گفتی لبیک خداوند من میخوام این راه رو برم، 100%، 1000% میتونی مطمئن باشی وفاداری اوست که تو رو هدایت خواهد کرد در تمام شکست‌ها و تمام مشکلات خودت. عیسی مسیح بی خودی به پتروس نمیگه که زمانی که روی آب میگه که بیا بگذار منم بیام روی آب راه برم، میگه باشه بیا. نگفتی که نه نوی نمیتونی، بیا. و زمانی که آمد، خدا دوست داره ما تجربه کنیم. فقط تو این تجربه خودش خیلی خوب میدونه که ما شکست خواهیم خورد. فقط تو این شکست وفاداری خودش نشون میده، بلند میکنه، میگه ایمان تو کجاست؟ محکوم نکرد. پتروس تو میتونی رو آب راه بری، دفعه دیگه چشمت روی من باشه. وفاداری خداست که ما رو تربیت میکنه که از ما قهرمانایی بسازه. یا به این خاطر من از اشتباهات، از شکستا نمیترسم. گفتم این جزء زندگی منه. خدا نخوانده منو که من یا تو رو نخوانده که از صبح تا شب درست تصمیمای بگیری. ما نباید بترسیم از تصمیم گرفتن. مشورت باید بکنیم. یا مشورت چیز خوبیه، چون زمانی که مشورت میکنیم اون موقع میدونیم که چی درسته چی درست نیست. فقط منم عنوان شبان نمیتونم همه چی رو به شما بگم چی درسته چی درست نیست. یه کسی میاد میگه که این کارو انجام بدم، نمیدونم، دعا میکنیم ببینید چی میخواد. بعد از این میگم خوش اوکی تصمیم بگیر برو. وفاداری خدا پشت توست. یه کسی که خودش رو فروتن میکنه و میپرسه و میگه که خواهش میکنم به من بگو، این برای خداوند مهمه که مشورت کرده، مطمئن هستم این شخص موفق خواهد شد، حتی راه اشتباه هم انتخاب کنه. در مزمور 111 بود، این هفته خوندم، خیلی لذت بردم از این مزمور، مثل اینکه بار اول خوندم اینو. اولین هللویا، خداوند رو به تمامی دل سپاس خواهم گفت، در مجلس راستان و در میان جماعت. کارهای خداوند عظیم است، آنانی که از آنها لذت میبرند درباره آنها
می اندیشند. کار او پر از جلال، شکوهمند و عدالتش جاودانی هست. میگه که آنهایی که لذت میبرند از این کارهای خدا، کارهای عظیم خدا، زمانی که لذت میبری، دنبالش میری، مثل این که چیزهای برای تو باز میشه، آشکار میشه. اون افرادی هم هستن که واقعا فکر و زندگی خودشون واقعا خداست. به این خاطر خدا تو رو از ظلمت، از اسارت شیطان بازخرید کرده، با خون خودش آورده، هویت بخشیده و به تو این راه رو با تو میره که بره، بتونه بره تو رو به اون هدف خودش برسونه. و وفاداری خدای عیسی مسیح و روح القدس و پدر آسمانی تو رو هدایت خواهد کرد. وفاداری خدا تو رو پوشونده و هدایت میکنه. و ما خوانده شدیم همینطور زندگی مافوق طبیعی یا ماجراجویانه انجام بدیم، یعنی زندگی کنیم. و برای این خدا ما رو دعوت کرده. و زمانی که در مورد 2020 فکر کردم، گفتم سو الان خدا من در سال 2020 الان میخوایم وارد بشیم و کارهایی میخوای انجام بدی. همه ما خوانده شدیم عزیزان، همه ما خوانده شدیم این راه رو با هم بریم، یک کارهایی انجام بدیم که نه توی کلیساست بلکه بیرون از کلیساست. مأموریتی بزرگی ما داریم. معمولا ما زمانی که کلیسا رو میخوایم ترک کنیم بریم بیرون، یه ترس میاد. چی میشه؟ چطور میتونم این کار رو انجام بدم؟ بعد با این کلامی که امروز میخواد خدا ما رو تشویق کنه اینه که ببین تو برو، وفاداری من کنار توست، پشت توست. اشتباه خواهی کرد، شکست خواهی خورد، اینم جزء درسای منه. همزمان که تو میری من تو رو تربیت میکنم، همزمانم از تو استفاده میکنم که جلال و شکوه من رو به این دنیا برسونه. من نمیرم دنیا که میگم سو الان من آماده هستم، همه چی آماده هست، الان من میرم. نه، من واقعا با ضعف خودم میرم اونجا. فقط میدونم که عیسی مسیح رو حمل کردم و این عیسی مسیح رو میخوام ببرم توی دنیا و او کار خودش رو انجام خواهد داد. و مطمئن هستم، شکی هم ندارم، خدا درهای باز میکنه. به خاطر وفاداری خودش درها رو باز خواهد کرد، چون چیزهایی هست که خودش آماده کرده، گنجهایی که خدا بیرون آماده کرده که بگه، میخواد بگه که برین و این گنجها رو به دست بیارین. وفاداری من با شماست، نترسین، شجاع باشین. الان نگاه میکنم اینطور سال 2019 رو که نگاه میکنم، موقع اوائل اینطوری فکر نمیکردم. این ویزیون کلیسامون الان تقریبا 20 سال ما این ویزیون رو داشتیم. بعد الان توی خدا چطور هدایت کرد، این سمینارهایی گذاشته، سمینارهای خواهرها، سمینارهای برادرا و واعظایی که میان صحبت میکردن. وفاداری خدا زمانی که این چیزها رو، این موعظه ها رو نگاه میکنم، یه نخ قرمز رو میبینم، خدا ما رو هدایت میکنه. فکر نکنی که ما الان اینجا شبان یا نسین الان واقعا چیزهایی هست که الان کشفایی هست که، نه، خدا چیزهایی نشون میده، ما هم ور میداریم، مثل یه گنجی نشون میده، ما ور میداریم میبینیم آها این باید موعظه کنیم، این رو بریم اینجا. من در قسمت خودم، نسین در قسمت خودش، بعد از افرادی هم هستن که از کلیساهای دیگه میانش صحبت میکنه، یه هم میبینیم که این همه چیز کار خدا بود، حکمت ما نبود. ببینی که ای خدا من چقدر وفاداره، چقدر خدا در این سال 2019 با ما صحبت کرده. همینطور که فکر میکردم گفتم خدا اگر یک شنبه ها دیگه اینجا جلسه هم نداشته باشیم، گوش میکنی، شما میتونین دوباره از ژانویه برین از یوتیوب هر یک شنبه همون موعظه رو دوباره شروع کنی به گوش کردن. عزیزان، خدا گنج های به کلیسا ما داده، مطمئن هستم این موعظه هایی که بشنوی الان تو این 2020 تازه 2000 میفته، تازه متوجه میشه یک سال پیش من چه موعظه کردم.
چون من میدونم من موعظه هایی کردم، خودم نمیدونستم چه موعظه ای کردم. بعد از یهو دیدم ای چقدر جالب موعظه کردم، چه کلامای خوبی بود. من سرودهایی نوشتم 20 سال پیش، سرودهایی نوشتم، زمانی که نگاه میکنم میگم خدا من نوشتم؟ واقعا به شما میگم، به نسلی نشون میدم، گفتم تازه 2 سال ایماندار، 3 سال ایماندار بودم، من نوشتم؟ عمیق تقریبا مثل این که رفتی تو عمق خدا، چیزا رو دریافت کردی. یهو خدا میگه خدا روش من بودم. بعضی وقت ما موعظه میکنیم، فکر میکنیم ما خودمون فهمیدیم، آخرش متوجه میشیم فقط بعد از شاید 1 سال خودمون از موعظه‌مون خودمون برکت میگیریم. نمیدونم نسلین چه، پس میگه چرا موعظه خوبی کردم، الان یاد گرفتم. این چیه؟ وفاداری خداست. خدا از دهن ما صحبت میکنه، ما هم نمیدونیم چی میگیم. یعنی منظورم من میدونم چی میگم، فقط هنوز تجربه رو که این چیزایی باید کشف بشه. خدا میگه که ببین البشان اب نده، دهنتو باز کن، من صحبت میکنم. بعد از 1 سال خواهی فهمید. ها؟ بعد از 1 سال حالمون جا میاد. بعضی شرمنده میشیم، میگیم خداوند واقعا عالی هستی، بی نظیر هستی. 2020 اشعیا نبی باب 43 آیه 18 تا 21 چیزای اولی را به یاد نآورید. منظوری نیست که فراموش کنین الان تمام وفاداری خود، چیزایی که الان بود گذشت، یا تجربه‌ای که داشتین، تلخی هایی که داشتین، شکست هایی که داشتین، هر چیزای منفی هم بود، همه چی رو بگذار کنار. و میگه که و در امور چی؟ میتونی بخونی؟ نه، اینجاست. چیزهای اولین رو به یاد نیاورید و در امور قدیم تفکر ننمایید. اینک من چیز نوعی به وجود می آورم و آن الان به ظهور می آید. آیا آن را نخواهید دانست؟ به درستی که راهی در بیابان و نهرها در هامون قرار خواهم داد. حیوانات صحرا، شغالها و شترمرغها مرا تمجید خواهند نمود، چون که آب در بیابان و نهرها در صحرا به وجود می آورم تا قوم خود و برگزیدگان خیش را سیراب نمایم. این قوم را برای خود ایجاد کردم تا در برابر قوم‌های دیگر مرا ستایش کنند. آمین. این الان یه وعده‌ای هست که خود رفتی به کلیسای آلفا اومگا داره، کلیسای دیگه هم هست، هر کلیسای خواندگی‌های خودش رو مخصوصش داره. و اینجا من مطمئن هستم یه فصل جدیدی توی کلیسای آلفا اومگا شروع شده. یعنی مطمئن هستم، یعنی زمانی که مطمئن هستم یعنی مطمئن هستم بدون شک، یعنی منتظر هستم الان اتفاقاتی باید بیفته. و اینجا میگه که چیزای کهنه، تلخی ها، مشکلات، افرادی آمدن رفتن، نمیدونم هر کاری که بود، اتفاقاتی افتاده، همه چیز زیر کنترل منه، همه چی از همه چی من آگاه هستم، از تمام حمله ها آگاه هستم، در زندگی شخصی تو اتفاقاتی تو کلیسا افتاده، تو خانواده، همه چی رو میدونم. الان یه فصل جدیدی هست، الان بگذار کنار، الان نگاه کن، الان از صحرا، الان این آب، این نهرا خواهن آمد و این نهرا کلیسا رو بیدار خواهد کرد، که اونجا میگه این قوم، کلیسا میتونی بگی به جای قوم میتونی، این آلفا اومگا رو برای خود ایجاد کردم تا در برابر قوم ها در هامبورگ دیگه مرا ستایش کنن. ما برای این خواهیم رفت اونجا و وفاداری خدا با ما خواهد بود، وفاداری خدا با ما خواهد بود. نباید بترسیم، بلکه خدا میگه که کیست که میخواد باره من بره، کیست که میخواد بره شریک این جلال باشه. مزمور 111 یادتون هست، اینجا میگه که چی بود؟ گفته که اونایی که کارهای خدا عظیم است، آنان که از آنها لذت میبرند درباره آنها میاندیشند. جستجو کنیم الان، بریم لذت ببریم. یک زندگی ماجراجویانه منتظر تو است. خیلی با حکمت باید بریم.
فقط الان میگم که خودتون فراموش کنه، از شما هیچ انتظاری امروز ندارم. دعام نمی کنم برای شما، دعوتم نمی کنم. من میخوام فقط چشمای خودمون روی عیسی مسیح و وفاداری خدا باشید. احتیاجم نیست توبه کنین، احتیاجم نمیدونم هزار تا کارهای، نه، نگاه کنین، جایگاه خودتو بدونین و بگین که خدا من نگاه کنین در گذشته 2019-2018 چقدر خدا وفادار بود، و اونجا بگه خداوند من میخوام روی وفاداری حساب کنم، من میخوام جز این گروه باشم که میخوایم بریم بیرون و این قوم نام تو رو، نام تو رو برافرازیم بین قوم ها و آلمان و هر قوم هایی هستن. عزیزان من آفگیرید هیجان زده هستم، مجذوب، چون میدونم یه کارایی انجام خواهد شد. واقعا به شما میگم سال آینده نسین موعظه خواهد کرد، قسمت های دیگه در مورد دعا هم هست. ما خیلی خیلی با حکمت خدا، با دعا، با شفاعت باید بریم جلو. شوخی نیست، شوخی نیست این چیزایی انجام میدیم. اینطوری فکر نکنی که هللویا الان رفتیم توی دنیا، الان هللویا، نه. مثل سربازان یه تانکایی هست، تانکای دعاست و شفاعته. زمانی که میگم من مجذوب هستم، یعنی میبینم که یه چیزایی هست اتفاق میفته، روح خدا هدایت خواهد کرد. وفاداری خدا با توست. آمین. الان میخوام بریم برادر فهید پرستش. موافق هستی؟ و میخوام تو این پرستش میخوام خودتون رو یعنی آزاد احساس کنین. یعنی میگم که احتیاج نیست الان در مورد خودت فکر کنی، فقط نگاه کنین تو این یک سال دو سال چقدر خدا وفادار بود که تو الان اینجا نشستی، چقدر خرابکاری کردی، چقدر هزار تا کارهایی کردی، خدا وفاداری خودش اینجا آورده. و همینطورم قلبتو باز کنه. ما دعا کردیم که امروز این فضا پر از فرشته های خدا باشه، پر از روح خدا باشه، که این اطمینان، این مهر تو قلب ما قرار بگیره که بدونیم، باور کنیم خدای ما وفادار برای من، برای من ایستاده.